گویی با اسوشیتد پرس گفته این رژیم قابل اصلاح نیست، چرا که ذات آن، دی ان ای آن، به گونه ای است که اصلاح پذیر نیست. وی افزوده مردم ایده ای اصلاحات را رها کردند و فکرشان اکنون این است که باید تغییر اساسی رخ دهد. حال سوال بزرگ این است که این تغییر چگونه میتواند رخ بدهد. رضا پهلوی در پاسخ به این پرسش که وقوع انقلاب مسالمت‌آمیز در ایران به چه شکلی میسر است، گفته آغاز این روند نیازمند اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری است. او افزوده برای ایجاد انقلاب مسالمت‌آمیز باید به اعضای سپاه پاسداران اطمینان داد که قرار نیست همه ایشان اعدام و تیرباران شوند. آقای پهلوی همچنین تاکید کرده از همه مهمتر این است که دولت‌های غربی فاصله خود را نگه داشته و تهدید به انجام عملیات نظامی نکنند. رضا پهلوی در ادامه گفته اگر به میراثی که هم از پدر من و هم پدر بزرگم به جای مانده بنگرید، تضاد آن را با این نظام تندروی کهنه و به نوعی عقب مانده که ریشه در مذهب دارد و شدیداً سرکوبگر عمل کرده می‌بینید. رضا پهلوی که ساکن آمریکاست به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته از زمان انقلاب 1357 تا کنون شغلی نداشته و از سوی خانواده و بسیاری از ایرانیانی که از هدف او پشتیبانی می‌کنند حمایت مالی شده است. او همچنین گفته تمرکزش بر آزاد کردن ایران است و برای این کار بدون به خطر انداختن منافع ملی و استقلال کشور هر راهی باشد پیدا می‌کند و با هر کس که حاضر به کمک باشد، چه ایالات متحده، چه سعودی ها و یا اسرائیلی ها یا هر کس دیگری، همکاری می کند. رضا پهلوی چندی پیش در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به محدودیت‌های مهاجرتی اخیر درباره ایرانیان از او خواسته بود تا حساب مردم ایران را از جمهوری اسلامی جدا کند. فرزند آخرین شاه ایران در ادامه مصاحبه خود با آسوشیتد پرس سازمان مجاهدین خلق را یک فرقه خوانده و با رد امکان همکاری با آن گفته این گروه به خاطر اینکه در زمان جنگ ایران و عراق با صدام حسین همکاری کرد شریک سیاسی مناسبی نیست. رضا پهلوی در پایان نیز گفته علاقه دارد با ترامپ و اعضای دولت آمریکا ملاقات داشته باشد، اما امیدش به حس تاریخی ایرانیان است. او در پایان افزوده برای بسیاری از ایرانیان انقلاب کاری است که هنوز تمام نشده است. شما در نامه‌ای به سران پنج کشور عضو دائم شورای امنیت خواستار اقدام فوری اونها شدید برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که اعتصاب غذا کردند. میشه لطفاً کمی بیشتر درباره این نامه و تأثیر احتمالی اون توضیح بدید؟ ابتدا سپاسگزارم از دعوتتون برای شرکت در برنامه و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و همیهنان عزیزم در کشور و در سراسر جهان. همطور که اشاره کردید، خب بار اولی نیست که این گونه نامه ها فرستاده میشه به سران کشورها، ولی با توجه به ضرورت امر و شرایط آنی که واقعا همه رو نگران کرده، گذشته از مسئله که زندانیان سیاسی هستن، اما وضعیت وخیم مزاجیشون هست به علت اعتصاب غذا و یکی دو نفرشون که واقعا خیلی نزدیک هستن به مرگ حتمی اگر آنن اقدام نشه، و بنابراین جهت تسریع این مسئله و تاکید بیشتر رو اهمیت موضوع لازم دانستم که چنین نامه‌ای رو به سازمان ملل بفرستیم، به خصوص به کشورهای کلیدی که بتوانند از تمام اهرم‌های ممکن فشار استفاده کرده و نظام جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به پاسخگو بودن و جوابگو بودن در ارتباط با این وضعیت. حال قابل پیش‌بینی نیست که تا چه حد نظام میتونه عکس‌العمل نشون بده و یا نده، ولی قدر مسلم با توجه به اینکه امروز همیهنانمون فضای مجازی و به طور کلی فعالان مختلف مدنی چه در داخل کشور چه در سطح بین‌المللی آگاه هستند و بیشتر آگاه میشن از این موضوع، عدم پاسخگویی یا عدم اعتنای نظام براشون هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت. اصلاً هست شاهزاده، خیلی تاکید فعالیت‌های شخصی خودتون و هم از طریق شورای ملی ایران رو بر روی موضوع حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی معطوف کردید. این تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران به چه دلیلی هستش؟ یکی از مهمترین مسائلی است که فکر بکنم مردم جهان از هر کشور و از هر فرهنگ و از هر باوری که باشن، یک امری است که همگی ما رو به عنوان انسان به هم وصل میکنه و فکر میکنم یه خواسته همیشگی هر انسانی است که دارای سری حقوق بدون برو برگرد باشه که در
چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عناوین مختلف دقیقاً ذکر شده و اشاره شده که این حقوق چه نوع حقوقی هست برای یک انسان، برای یک شهروند. و بنابراین خب طبیعی است که در کشوری مثل ایران که متاسفانه این وضعیت به طور کلی بسیار وخیم هست، یکی از دغدغه‌های اصلی هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات و سکولار باید این باشه. به هر حال بدون دموکراسی نمیتوان به حقوق بشر دست پیدا کرد و بدون حقوق بشر هم نمیتوان دموکراسی راستین داشت. اینا همه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. فکر نمی‌کنم که شرایط امروز در داخل کشور اثر خودش رو در این خواسته و انتظار همیهنانمون نگذاشته باشه به خاطر این نقض فاحش حقوق بشر در تمام زمینه‌های ممکن، که بدیهی ترینش عدم برابری زن و مرد هست در کشورمون، برخورد نظام با انواع اقسام جریانات قومی یا مذهبی، و آن چیزی که امروز ثابت کننده این مهم هست و عکس العمل خود هممیهنانمون هست، نمونه اخیرش در همین چند هفته گذشته در شیراز و در پاسارگاد بود که هممیهنانمون با گویش‌های مختلف از تیره‌های مختلف آمدند و بازگرداندن مسئله رو به زمان کوروش کبیر و اعلامیه، اولین اعلامیه حقوق بشر که در اون زمان بود و اهمیتی که همه یک ملت هستیم، همه ایرانی هستیم، و همه اینا برمیگرده به این اهمیت دادن به این که این خواسته و این حق بشری ازشون سلب شده. بنابراین جزء اولویت‌ها بوده و هست تا اون روزی که ما بتونیم یک بار برای همیشه نقض حقوق بشر رو به هر گونه ایش در داخل کشورمون کاملا از صحنه پاک بکنیم و هرگز دیگر کوچکترین تبعیضی، کوچکترین زندانی به خاطر باور و عقیده‌ای در کشورمون نداشته باشیم. و این جزء اهداف من، نه تنها من بلکه میلیون‌ها ایرانی آزادیخواه و وطن پرست بوده، هست و خواهد بود. اشاره کردید به مراسم روز کوروش، اصطلاحاً روز کوروش در پاسارگاد در هفتم آبان، حالا شعارهایی هم که اونجا سر داده شد بعضن و بازداشته هایی که اونجا رخ داد. شما در این هفته های اخیر، در ماه های اخیر خیلی در واقع فعال بودید در راه اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از فکرها، از افکار و عقاید مختلف در ایران. ولی حالا که اشاره میکنید به مراسم روز کوروش، حداقل درباره بازداشتی های اون روز شما بیانیه‌ای صادر نکردید یا اظهار نظری نکردید. دلیل این مسئله چی هستش؟ حمایت و پشتیبانی و بیشتر منعکس کردن این شعارها و یا این خواسته ها جزء کار همگی ما بوده و مقدار زیادی بهش پوشش داده شد. از طرف دیگر بعضی وقتا باز رعایت این امر رو کرد که بیدلیل عده‌ای رو بیشتر از آنچه که خودشون رو به خطر میندازن یا ریسک میکنن یه مقدار از این مسئله جلوگیری بشه و به حال خودش گذاشت تا به این بهانه نظام نگه که خب شما وصلین به اپوزیسیون، شما نمیدونم به فلان کس ارتباط دارید، و این خودش بشه یه بهانه‌ای برای